سلام عزیزان، من ساسان توسلی هستم و توی یک سری سلسله درس ها هستیم درباره تثلیث، که اینکه مسیحیان و الهیات مسیحی چرا صحبت تثلیث رو مطرح کرده. امروز جلسه چهارممون هست، وسط این دو روز هستیم و من در جلسه قبل اینطوری موضوع رو مطرح کردم که اختلاف نظر مسیحیان با ادیان دیگه این هستش که من عقیده دارم که به خاطر فقط تثلیث نیست، به خاطر فرقهای فلسفی و متافیزیکی نیست، بلکه اساس اختلاف نظرهای ما برمیگرده به این سؤال ریشه‌ای که خدا چه خصوصیاتی داره، تعریف و تصور ما از خدا چیه و این خدا خودش رو چطوری در کتاب مقدس به ما معرفی کرده. من میخوام امروز، گفتم که من روی 5 تا از خصوصیات خدایی که در کتاب مقدس من باش روبرو شدم، خدایی که صداش رو در این داستانها، در این تاریخچه ها من شنیدم، این خدا میخوام انگوش رو 5 تا از خصوصیات این خدا بذارم که این خصوصیات ریشه الهیات مسیحی درباره تثلیث، درباره تجسم خدا در عیسی مسیح و درباره مرگ مسیح روی صلیب برای کفاره گناهان ما. و این سه تا نکته الهیات مسیحی که خیلی باعث بحث و جنجال هست بین مسیحیت و ادیان دیگه، همه از نظر من برمیگرده به اینکه ما به چه خدای ایمان داریم، تصویر ما از خصوصیات این خدا چیه، چه شخصیتی در این کتاب به ما معرفی شده. نکته اولی که میخوام امروز مطرح بکنم این هستش که خدایی که ما باش روبرو میشیم تو کتاب مقدس، خدایی که قابل شناخته، خدایی که قابل شناخته. منظورم الان بیشتر روشن میکنم براتون. خیلی ها هستن در دنیا که عقیده دارن که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم، ما نمیتونیم، خدا نمیتونه اصلا خودش رو به ما معرفی کنه، چون خدا خیلی بالاتر و برتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، و فقط عقیده دارن که خدا اراده و احکامش رو به ما معرفی کرده و وظیفه ما اینه که از اون احکام اطاعت بکنیم، چه اون احکام ما رو با خدا آشنا بکنن چه نکنن. صحبت رابطه و آشنایی و معرفی خدا نیست در اون طرز فکر خیلی از الهیات دیگه، بلکه صحبت اراده و احکام خداست. و حتی خیلی ها هستن که اسامی و صفات مختلف برای خدا استفاده می کنن، ولی عقیده دارن که اون اسامی و صفات یک سری اسم و صفات هست که خدا اراده کرده اونطوری استفاده بکنه از اون اسامی و صفات، ولی اون اسامی و صفات معرف خود خدا نیست. خدا پشت پرده است، به ما دستور داده، حکم داده، ارادش رو داده، ولی دستور و حکم و اراده معرفی این شخصیت پشت پرده نیست. و اون خدای پشت پرده همیشه ناشناخته است و ما انسان‌های محدود نمیتونیم اون خدا رو واقعا بشناسیم و باش روبرو بشیم. نه، تو جلسه اول من این نکته رو گفتم که در الهیات مسیحی هم ما ادعا نداریم که ما میتونیم خدا رو به طور کامل بشناسیم، ولی تأکید کتاب مقدس اینه که ما با یه خدایی روبرو میشیم که میخواد خودش رو به ما بشناسونه، خودش رو به ما معرفی کنه، خداییه که قابل شناخته، قابل تجربه است، قابل لمس شدنه. اهمیت این نکته رو حالا بهتون خواهم گفت در چند لحظه دیگه، ولی میخوام به عنوان مثال، من دارم از ترجمه تفسیری استفاده میکنم، به عنوان مثال ارمیای نبی، یکی از پیغمبرای مهم عهد عتیق، فصل 9 آیات 23 و 24، ارمیا میگه که مرد دانا به حکمت خود افتخار نکند و شخص نیرومند به قوت خود نبالد و ثروتمند به ثروت خود فخر نکند، بلکه هر که میخواهد افتخار کند به این افتخار کند، خدا داره اینو میگه، که مرا میشناسد. یهوه از طریق ارمیا میگه انسان ها به این افتخار کنند که مرا میشناسند، نه به ثروت و نه به قدرت خودشون.
به این افتخار کنند که مرا میشناسد و میداند که خداوند هستم و رحمت و انصاف و عدالت را بر زمین به جا میآورم، چیزهایی که موجب خوشنودی و سرور من میباشند. توی انجیل متی فصل 11 آیه 27 عیسی مسیح میگه پدر آسمانی همه چیز را به دست من سپرده است، فقط پدر آسمانی است که پسرش را میشناسد و همینطور پدر آسمانی را فقط پسرش میشناسد و کسانی که پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند. هدف مسیح شناسوندن و معرفی شخصیت خداست، شخصیت پدره. یوحنا فصل 1 آیه 18 یوحنا میگه که کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. مسیح معرف خداست، مسیح معرف خداست. انجیل یوحنا فصل 1 میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. من چطوری خودم به شما معرفی میکنم؟ از طریق کلامم، از طریق اعمالم. کلامم و اعمالم معرف من هستش. و تأکید الهیات مسیحی اینه که خدا از طریق اعمالش، از طریق کلمش، خودش رو اونطوری که هست به من و تو معرفی کرده. حالا میگی که ساسان جان این صحبت ها خب این چه نتیجه ای داره برای تثلیث؟ این نکته کلید الهیاتی و فلسفه کل تثلیث. حالا توضیح میدم الان در یک دقیقه دیگه. الهیات مسیحی میگه که خدا اونطوری که خودشو به ما معرفی کرده همونطوری هست در ذات خودش. اگر خدا در طول تاریخش با قوم اسرائیل و عیسی مسیح خودش رو به عنوان پدر معرفی کرده، خودش رو به عنوان پسر و نجات دهنده معرفی کرده و خودش رو به عنوان روح القدس و تقدیس کننده معرفی کرده، پس این کارهای خدا در تاریخ نشان دهنده ذات خود خداست. ما فقط با اعمال خدا روبرو نیستیم، با احکام خدا روبرو نیستیم، با اراده خدا روبرو نیستیم که اون ارادهش ربطی به ذات خودش نداشته باشه. کاری که خدا در طول تاریخ نجات قوم اسرائیل و نجات از طریق عیسی مسیح انجام داده و ما تجربه کردیم این خدا رو در 3 هفته‌های گذشتمون هست، اونطوری که خدا خودش رو به ما نشون داده همونطور هم خدا در واقع خودش در ذات و شخصیت خودش هست. خدا برای من و تو نقش بازی نکرده، خدا برای من و تو ادا در نیاورده. خدا اونطوری که هست خودش رو به من و تو معرفی کرده. پاپ امروزه کلیسای کاتولیک بندیکت 16 هم قبل از اینکه پاپ بشه، کاردینال راتسینگر، اسمشون که راتسینگره و قبلا کاردینال کلیسای کاتولیک بود، کتاب خیلی خوبی درباره الهیات مسیحی نوشته که من چند سال پیش که میخوندم، این جمله‌ای که راتسینگر میگه که پاپ بندیکت 16 هم ایشون الان میگه God is as he shows himself. خدا هست همون طوری که خودش رو نشون داده. خدا خودش رو طوری نشون نمیده و یه طور دیگه شخصیتش باشه و میگه این اصل صحبت مسیحیت درباره خداست. این دکترین تثلیثه. اونطوری که خدا در طول تاریخ خودش رو معرفی کرده واقعا نشون دهنده ذات و شخصیتش. پاننبرگ یه الهیدان مشهور دیگه است که یه سری از صحبتاش توی زبون فارسی هم ترجمه شده. پاننبرگ هم همین رو انگوش میذاره: As God reveals himself, so he is in his eternal deity. همونطوری که خدا خودش رو مکشوف میکنه همونطور هم خدا واقعا در ذات خدایی خودش اونطوریه.
خدا در طول تاریخ خودش رو به عنوان پدر، پسر و روح القدس مکشوف نکرده و بگیم که خب اینطوری به ما خودش رو نشون داده ولی در خودش یه چیز دیگه است، ما خبر نداریم. نه، ادعای مسیحیت صحبت این هستش که خدا نقش و رول بازی نمی کنه. خدا اونطوری که هست خودش رو معرفی می کنه. دلیلی که دارم انگوش می زارم روی این نکته این هستش که کلمه‌ای که وقتی کلمه که شخص بهش می گیم، که می گیم خدا در یک ذات و در سه شخص هستش از ابدیت و این سه شخص سه تا خدا نیستن، یک خداست در ذات در سه شخص، پدر، پسر، روح القدس و همشون با هم مساویان در الوهیتشون. چون کلمه شخص به انگلیسی میگیم person، کلمه یه که ترتولیان در زبان لاتین درست کرد در قرن دوم و لاتینش هست persona، و درسته که ترتولیان این کلمه از تئاتر یونانی گرفته شد و persona یعنی ماسک، و وقتی که تئاتر بازی میکردن در اون زمان یه ماسکای مختلف بود و یه شخص با ماسکای مختلف توی این تئاتر بازی میکرد. امروز هم یه ماسک داریم برای تئاتر که یکیش لبخند داره، یکیش گریه داره. ماسک‌ها هستن که یه نفر داره با ماسک‌های مختلف نقش‌های مختلف بازی می‌کنه. و بعضیا سوء تفاهم واسهشون میشه که خدا نقش‌های مختلف بازی کرده ولی خودش در پشت ماسک یه چیز دیگه است. ولی ترتولیان درسته که کلمه رو از لغتنامه تئاتر فرهنگ زمان خودش استفاده کرد، ولی منظورش این نیست که خدا داره نقش بازی میکنه. الهیات مسیحی میگه خدا نقش بازی نمیکنه، خدا دستورش خارج از ذات و شخصیت خودش نیست، و خدا اگر خودش رو اینطوری به ما معرفی کرده در واقع خدا اینطوری هست. اگر خدا خودش رو به عنوان پدر آسمانی، خالق ما و ماورای ما، خدایی که انگلیسی میگیم transcendent، خدایی که ماورای بود جهانی ماست، اگر خدا اینطوری خودش رو به ما معرفی کرده، اگر در عیسی مسیح امانوئل خدا با ما، ما با خدا روبرو شدیم و اون ما رو نجات داده، اگر وقتی به مسیح ایمان میاریم تجربه میکنیم، حس میکنیم که خدا وارد قلبمون میشه، وارد زندگیمون میشه و شروع میکنه به عوض کردنمون، اگر اینطوری خدا رو داریم تجربه میکنیم و باش روبرو شدیم، این تجربه تجربه دروغ نیست. میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم که خدا در ذات ابدی خودش هم این سه بود رو داره، این سه شخص رو داره، این رابطه رو در ذات خودش داره. خدا عوض نمیشه در طول تاریخ، خدای واحد، خدای تثلیث نمیشه. در طول تاریخ خودش رو به ما نشون میده به عنوان پدر نجات دهنده و پسر روح القدس و تقدیس کننده، ولی این کاری که خدا داره در تاریخ به ما نشون میده از طریق کلامش، این معرف ذات و شخصیت ابدی خود خداست. پس در خود خدا باید رابطه باشه، عشق باشه، محبت باشه، مشارکت باشه. ما با یه خدای تنها سر و کار نداریم که در تنهایی خودش خلقت رو خلق میکنه که بتونه رابطه داشته باشه. رابطه در درون خداست. مسیح میگه انجیل یوحنا، پدر اون جلالی رو که من با تو قبل از آفرینش داشتم. پس در درون خود خدا رابطه است، در درون خدا عشق و محبته، و از ثمره اون عشق فواره خلقت بیرون میاد. میدونم که یه مقدار صحبت‌های امروزمون صحبت‌های فلسفی هست، در جلسات آینده اینقدر بحث فلسفی نخواهد بود، ولی نکته مهمی که به یاد داشته باشیم که با یه خدای سر و کار داریم که خودش رو میخواد و میتونه به ما بشناسونه و خودش رو از این طریق به ما شناسونده. پس تثلیث یک عقیده مندراری نیست به خاطر نفوذ فرهنگ خدایان روم یا هندویزم یا خدایان مصر. الهیات مسیحی برمیگرده به مکاشفه خدا، خدایی که ماورای فکر ماست و درک کامل ماست، ولی در این حال میخواد ما باش روبرو بشیم، ما باش آشنا بشیم
و حقیقتش رو بشناسیم. این خدا خودش رو به ما اینطوری شناسونده و ما از این طریق بهش ایمان آوردیم و باش آشنا شدیم. امیدوارم که فکر بکنیم درباره این موضوع که آیا من واقعا با خدا شناختی درستی دارم از خدا؟ آیا واقعا افکاری که من درباره خدا دارم، کارهای دینی و مذهبی که میکنم که فکر میکنم میخوام ارادهشو انجام بدم، آیا واقعا من رابطه دارم با این خدا؟ شناخت دارم از این پدر، از این نجات دهنده، از این روح القدس؟ و امیدوارم که ادامه بدیم در هفته های آینده این سری درس ها رو و بیشتر وارد این سوال بشیم که ما با چه خدایی در کتاب مقدس روبرو شدیم. روزتون خوش.